جنرال اسدالله شیرزاد قماندان قطعات خاص وزارت امور داخله از شکست مطلق طالبان و تصفیه کلی بغلان مرکزی و دندغوری دو منطقه که بخش های زیادی از آن در کنترل طالبان بود خبر داد و گفت جنگ ختم شده ولی اگر تحرکاتی از مخالفین دولت دیده شود دوباره آنها را سرکوب خواهند کرد. او که شخصا در پهلوی سایر نیروهای امنیتی در این عملیات حضور داشت به رادیو آزادی گفت از این که دشمن تلفات سنگینی دیده مجبور به فرار از منطقه شده است. په خومری ولسوالی کې مرکز د شهر دی بغلان مرکزی ولسوالی کې د ډنډ غوري ولسوالی کې عملیات نکړي د غیوی میشت کې موږ جمله یو سل دروت سرویش کلی دشمن د کسب کارو څخه ازادي کړی دی او هلته زموږ وطنوالو ته زمینه د ښه ژوند برابر شوی دی انشاءالله. په دې جمله کې نه هویا نفره د افغانستان د خلکو دشمنان مړه شوي دي، همداراز دوه نوي نفره یې زخمیان دي چې د ټولو نوم د پلار نوم قریه او ټول مسایل معلوم دي چې دا یو واقعیت دی. این عملیات که نزدیک به یک ماه دوام کرد در آن به قول جناح‌های درگیر بیش از 180 تن از هر دو طرف کشته و حدود 200 تن دیگر هم از همین مخالفین و نیروهای امنیتی زخمی شده اند. باید گفت در این جنگ مردمان غیر نظامی نیز در امان نمانده اند، هرچند رقم دقیق از تلفات و زخمی های افراد ملکی در دست نیست، اما قوی ترین تخمین ها حاکی از آن است که حدود 10 تن از این مردم کشته و نزدیک به 20 تن دیگرشان زخمی شده اند و این افزون بر سایر خساراتی است که آنها در طول همین 30 روز عملیات متحمل شده اند. خساراتی مانند بیجا شدن های جمعی که هنوز زیادیشان برنگشتند، زیانمند شدن زراعت و مالداری و خانه های زیادی که در اثر آتشباری های هر دو طرف تخریب شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.